از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا دعوت کردیم تا پیرامون این موضوع گفتگویی با ایشان داشته باشیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب خدمت شما دارم. آقای دکتر به نظر شما با توجه به سخنان نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان، این کشور تا بازگشت دوباره به جامعه بین المللی چه مسیری را باید طی کنه؟ بفرمایید. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. در مورد ادغام افغانستان در جامعه جهانی، ما با دو موضوع متعارض مواجه هستیم. اول اینکه سازمان ملل متحد نقش اساسی برای تامین امنیت جهانی و همینطور همگرایی جهانی داره، و از طرف دیگه گروه طالبان هنوز در لیست سیاه و در لیست گروه‌های تروریستی نهادهای ملی و بین‌المللی هست. و از طرف دیگه اینکه سابقه سیاهی رو گروه طالبان در گذشته داره و الان هم به نقض حقوق بشر و حتی بحث آپارتاید جنسیتی مواجه هست. بنابراین این موضوع ادغام افغانستان در جامعه جهانی را با سالهای متعددی روبرو ساخته و فرایند ادغام را خیلی سخت میکنه، خصوصا اینکه اگر بخواهند افغانستان را با گروه حاکمی که فعلا هست بخواهند در جامعه جهانی ادغام کنند، بحث این هست که آیا نباید مجازات ها و جنایاتی که گروه طالبان مرتکب شدند و بسیاری از رهبران آنها که فعلا در قدرت هستند مسببین این جنایات هستند، آیا اینها باید با دستیابی به قدرت از مجازات فرار کنند یا باید مجازات شوند؟ این سوال اساسی است که ابتدا باید به این پاسخ داده شود و سپس دنبال فرایند ادغام افغانستان در جامعه جهانی باشیم. به دلیل اینکه اگر قرار باشد گروهایی که مرتکب نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و امثال اینا شدند، اینها را جامعه جهانی با اونها تعامل بکنه و اونها را به عنوان بخشی از جامعه جهانی بپذیره، بنابراین مبارزه با گروه‌های تروریستی و افراطی بی‌معنی خواهد بود. از این جهت بسیاری از گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف دنیا هستند که اگر آنها بدانند که با دستیابی به قدرت گذشته سیاه آنها نادیده گرفته میشه و مطیری برای فرار از مجازات خواهند داشت، طبیعتاً یک امیدی برای آنها ایجاد میشه. بنابراین ادغام افغانستان در جامعه جهانی مستلزم پاسخ به سوالات متعددی است و به این راحتی که نماینده سازمان ملل متحد دنبال اون هست اتفاق نمیافته. ایشان باید به دنبال پاسخگو کردن گروه طالبان باشه، نه دنبال ادغام این گروه در جامعه جهانی. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین که از ایتالیا دعوت ما را پذیرفتند.